ادوات موسیقی، یه بار مثلا صدای خواننده های مختلف، یه بار گوینده هاست، یه بار ممکنه رو صدای شما مدتی کار کنم، عین شما صحبت کنم. این که من بخوام بگم کیوان ساکت صحبت کردن من شبیه کیوان ساکت صحبت کردن من قوی ترین کارمه، پس اگر من مثل داوود نماینده به عنوان یک گوینده خوب رادیو تلویزیون صدا سازی کنم، ممکن بگم اون خوب نیست. نه، هر صدایی که بتونه اون حس خوب رو بله نه بسته به اون حسی داره که منتقل میشه به مخاطب. من ممکنه با صدای هنرپیشه خیلی معمولی تو یک سریالی که نقش سوم چهارمو داره صحبت کنم، اما انقدر خوب صحبت کنم که مخاطب بپسنده. با خودتون کیف کنید. یا بیام مثلا میکروفون کار میکنه؟ بله بله. شما مخت کار میکنه؟ نخه. من این روده رو بردم به خاطر که این بهش میگن پتگیر، یعنی پیو میگیره توی صدا. این شما الان اگه بذارین نوک بینید قشنگ. بله خانم طبیب زاده اینجا وقتی که چیزی از این مامان این استفاده. دستشونو برداریم. وای ساقه چرا؟ این الان روشنه. الان شما صدا تو این دارین؟ بله. بله. مثلا بنظر من انسان از لحاظ‌های مختلف باید به این قضیه توجه داشته باشه. وقتی من به عشق به عنوان یک اسطوره نگاه میکنم، وقتی عشق رو دوست دارم، وقتی عاشق هموطنام هستم، صدا یهو تغییر میکنه. راز جنگل‌های آمازون. مار پیتون 9 متری سلطان بلا منازع جنگل های آمازون. حرکت این هیولا در جنگل باعث ایجاد رعب و وحشت می شود. پرندگان با دیدن مار سراسیمه به آسمان پرواز می کنند. دارکوبی دارن اطراف با دیدن مار به شیوه خاص به درخت می کوبد تا جانوران جنگل را از این خطر آگاه کنند. وقتی گوریلی بزرگ مار را میبیند، صدایی بس مخوف از خود ایجاد میکند تا خانواده خود را از این خطر آگاه کند. یه مجموعه شما دست بزنید، شما دست بزنید. باید کن بگید صدای ما هم در بیارید. واقعا من الان که میبینم متوجه میشم که چرا بینندگان برنامه ما اینقدر تقاضا داشتن که ما شما رو دوباره دعوت کنیم. اما من میخوام از شما خواهش کنم که یه استراحت شما بکنین. توی این بخش گفتگومون به اتمام رسید، یه نمایشی رو میبینیم. من تازه داشتم داغ میشدم، گرم میشدم که بتره کنم. آخه اون وقت میترسیم اون گوره نمایش بسوزه، اونا خیلی وقت داغ شدن. آره ما این سوختگی هست. ما این نمایش رو میبینیم، برمیگردیم در خدمت. بله در خدمت. سلام علیکم. خیلی خوب ببینیم که آقای ساکت چی کار میکنن اونجا. باز رفتیم سر میز آقای ریوندی. باز سر میز. نه آره بهت میگم الان سر کن. تقسیم میکنم که به هر دوتون به اندازه کافی برسیم. آقا فکر کنیم که میخواییم عیدی بدیم به بینندگانی که خارج از کشورن. خیلی دوست داشتن عید نوروز اینجا باشن، ولی الان به هر دلیلی نیستن و دارن از اونجا ما رو نگاه میکنن. بهترین عیدی که من میتونم تقدیم کنم به هموطنان گلم، ارزش خندیدن و شاد بودن، اون هم با گفتن دو حدیث ارزشمند. یک حدیث از امام محمد باقر علیه السلام که میفرماید هیچ عملی نزد پروردگار بعد از ایمان به وجود حضرت حق بالاتر و با ارزشتر از خنداندن و شاد کردن دیگران نیست. و همچنین نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه می‌فرماید که هر کس که دل مؤمنی را شاد کند من را شاد نموده است، و هر کس که من را شاد کند خداوند بزرگ را خوشنود نموده است. اینها همه دلایل محکمی هستند که ما ارزش شادی را خوب بدونیم، قدر خنده ها و شادی هامون رو خوب بدونیم و همیشه سعی بر این داشته باشیم که همدیگر رو شاد کنیم. همیشه دلیل شادی همدیگه باشیم، نه قسمتی از اون، و همیشه قسمتی از اندوه همدیگه باشیم نه دلیل اون. اما برنامه جذاب مبارک می دیدم، صحبت از این شد که آقا قوله اومده و
آجیلا و شیرینیا رو دزدیده. وقتی که این موضوع رو من دیدم و شنیدم یاد میثم عزیز افتادم که زدید وسط هدف. مصرفش عین تراکتوره. نه مصرفش کاری ندارم. من ترجمه میکنم که چجوریه، چرا اضافه نمیشه به اینجوریه دیگه، فعالیت هم میکنه ولی خیلی پرخوره. آقا تا حالا شده با یک کسی شوخی بکنیم بعد طرفش بر بخوره بعد جواب بده؟ در خورده اما بر نخورده. من وقتی داشتم باش شوخی میکردم خیلی خندید و شاد بود، در رو از دیوار تشخیص دادم به در خورده. نه جدی تا حالا شده کسی ناراحت بشه دست شما؟ فکر نمی‌کنم تا حالوش برخورد نشد. من الان میثم مثلا ناراحت نشدم متو بیرون گفته وایس کارت داره شاید شما ناراحت شید.